42 سال زالوی ولایت فقیه به جون مردم افتاده و داره خون میمکه. مردمی که روز به روز جیب‌هاشون خالی و سفره‌هاشون کوچیک‌تر میشه. دولت مردم روز به روز فقیرتر و سفره آنان کوچکتر میگردد. چجوری؟ ارزش پول ملی که یک هویت ملی است به طور چشمگیر کاهش پیدا کرده است. وقتی قیمت دلار از 22 هزار تومان رد میشه، سکه هم میره روی 10 میلیون، یعنی خرج کردن از جیب مردم. با یه مقایسه ساده میبینیم چقدر از جیب مردم برداشتن. سال 57 قیمت سکه 420 تومن و دستمزد کارگر 630 تومن بود، یعنی کارگر میتونست با حقوق یه ماهش 1.5 سکه بخره. اما الان دستمزد کارگر زیر 2 میلیون تومنه و قیمت سکه بالای 10 میلیونه، یعنی کارگر برای خرید همون 1.5 سکه باید 7-8 ماه کار کنه. روزنامه اعتماد، 16 تیر. یارانه نقدی پرداخت شده در سال 89 بیش از 45 دلار ارزش داشته، اما این رقم در سال جاری 2 دلاره، یعنی از همون 45 دلاری که میدادن بی سر و صدا 43 دلارشو دزدیدن. چجوری؟ با چاپ علکی اسکناس و بالا بردن نرخ ارز و راههایی که بلدن. بحران ارز و سیاست‌های عدم‌غلط دستگاه‌های متولی که شاعبه خود عامل بودن دولت بر گرانی ارز را بیش از هر زمان دیگر تشدید می‌کند. میگه دولت برد بالا تا رد خامنه‌ای رو پاک کنه. اینم رد خامنه‌ای. روزنامه آرمان. بسیاری از این گمانه‌زنی‌ها با سیاست‌های حکمرانی اقتصادی در ایران که فراتر از دولت محسوب می‌شود هماهنگ است و تمام نظام سیاسی اقتصادی تصمیم گرفتند که فعلا از جیب مردم هزینه‌ها را تامین کنند. و حالا نوبت مردمه که دست زالوی ولایت رو قطع کنن و ریشه و نظامش رو بسوزونن.